این است که خرم که رامجید هم نامیده میشه، جید و شید معنیشان نی است، یعنی همون رام نی نباز. این است که خرم رام در رامگشت میگوید نام من جوینده است، جوینده نام من است، یعنی گوهر من جست جوینده کیست. حالا این خودش اصل زیبایی و نیکی و شناخت و بزرگی و جوانمردی و موسیقی است. وظیفه هر انسانی ایمان آوردن و اعتقاد به این آموزه و اون شریعت و اون کتاب و اون پیشوا نیست، بلکه جستجوی این دین به این معنا. ببینید اینجا دین اصل است، اصل زاینده و آفریننده در خود هر فرد انسان است. این اصل در خود، جستن این اصل در خود و در نهان هر چیزی غیر از خود است. از این رو هست که مولوی میگوید تو آن چیزی هستی که میجویی، یا به عبارت دیگر من چه هستم؟ من اون چیزی هستم که آن را میجویم. من اصل زیبایی و بزرگی و رادی و شادی و بینش و نوا و موسیقی را که دینم هست میجویم در خود و در همه پدیده ها، در خودم و در هر انسان، در همه اجتماعات. تا در طلب گوهر کانی، تا در هوس لقمه نانی، این نکته و رمز گر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی، هر چیز که در جستن آنی آنی. این سخن مولوی، این اندیشه مولوی به این فرهنگ گوهن، به این خرم، به این ویدوخت، به این جی، به این بهی برمیگردد. این خدای عشق و زیبایی و شادی و زندگی و دوستی و بینش و نوا و موسیقی که در هر چیزی نهفته است و در خود انسان و در خود فرد انسان نهفته است، دین حقیقی است. حالا مشخص می شود که درست فرهنگ ایران این دین را میخواهد. اینی که جدایی حکومت از دین مخصوص اون ادیانی است که ایمان لازم دارن، نه این دینی که زایش از درون انسان است و خدا درش هست نهفته است. اون دین را میخواهد فارغ باشد از اون دین، از اون ایمان به اون دین. این دین را میخواهد بیابد. ما نمیخواهیم دین را ترک بکنیم، ما میخواهیم مفهوم غلط دین رو کنار بگذاریم. ما این ادیان جعلی رو نمیخواهیم، ما دین حقیقی رو میخواهیم، همین دینی رو که خیام سخن از اون میگه. این وجود اصل زیبایی و مهر و موسیقی و شادی و بزرگی و نیکی در نهاد و گوهر هر فردی که دین میباشد، بنیاد فرهنگ خرم دینی بود و ادیان ابراهیمی و نوری همه بر ضد این اصل در فرد انسان، بر ضد وجود این اصل در فرد همه برخواستند و اون را انکار و ترد کردند. یعنی دین حقیقی را به کنار راندن، مطرود کردن، دین جعلی را جای او گذاشتن. این دین حقیقی که خیام از او صحبت میکند، این همون اندیشه جام جم یا جام جهان بین است که در ادبیات ایران زنده باقی مانده است. البته زردشت هم منکر چنین اصل در وجود انسان، در وجود فرد انسان بود، چون این اصل بر ضد پیامبر و واسطه و نبی و مظهر ظهور و فرستاده و هر معلم حقیقتی هست. و حافظ بیاد می آورد
که دل انسان ها همه جویای جام جهان این هستن. از کی؟ از بیگانگان. این جای تعصب هست، چون که نمیدانن که خود آن را دارن، در خودشون آن را باید بجوین. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمام نمیکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود. بیدلی او نمیدید و از دور خدایا میکرد. مسئله همه این شده است. مشکل خیش بر پیر مغان بردم توش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. چجور حل میکرد؟ دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست. شاه پریان سیمور ابر بارنده جام باده در دست. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، یعنی خرم در دستش. و در آن آینه صد گونه تماشا میکرد. آینه، آینه همون واژه آدینه و همون واژه دین است. نگاه کنید همه ابکار فرهنگ کاملا مونده است، فقط ما معنای آینه و پیر و مغان و خرم و خندان و قدح باده را نمیدانیم چیست. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، کی این رو به تو دادن؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. یعنی این فطریست، این فطری هر انسان است. این جام جهان بین در فطرت هر انسانی هست. این همون اصل زیبایی است که گفتیم در فرهنگ ایران دین نامیده میشود. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت اون روز که این گنبد مینا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند دانچه مسیحا میکرد. این مقصود بازگشت به این دین حقیقی است که همه میتوانند همون کاری رو بکنند که مسیح میکرد. پیر مغان همون سیمور، همون ابر سیاه و پریکاز که جام باده یا ساتگین یا پیاله، پیاله بیغاله، بیغ یعنی نی، بیغان یعنی نی خدا. تمام این واژه های نی دیده می شود که معنای زهدان خدا را دارد. این جام باده که آینه یا دین است که میتوان همه جهان را در گوناگونیش تماشا کردید، چون که اصل زیبایی این مجموعه همه تنوع های زیبایی، زیبایی های متنوع که به هم پیوند پیدا کنن، در اوج تنوعشون این میشود اصل در فرهنگ ایران. در این اصل است که همه کسرت رو میشود در گوناگونیش دید و شناخت و به اون ارزش داد. گوناگونی ارزش داره. این اصل زیبایی و مهر و دوستی و بزرگی و نیکی و شادی و بینش را در همه انسان ها، در همه چیزها با جستن و دیدن و از آن شاد شدن، این رو پرستیدن است. وقتی شما این اصل آزادی رو در همه چیزها ببینید و بیرون بیاورید، این هم شاد کردن است و در این شاد کردن شاد میشه بین. این را در فرهنگ ایران پرستیدن میگفتن. پرستیدن اون معنی تجلیل و تعظیم نداشت. در حضوارش پرستیدن به معنای شادونیتن است. در واقع یعنی در شاد کردن شاد شدن است. انسان
در دیدن و جستن و جستن این اصل در هر انسانی، در پدیده های طبیعت، در گیتی و دنیا، همه چیزها رو شاد میکنه و با این شادی خودش شاد میشود. بیرون آوردن مهر و دوستی و بزرگی و نیکی و زیبایی و شادی از انسانها و از طبیعت پرستیدن خداست، شاد کردن خداست. یعنی چی؟ یعنی بیرون آوردن زیبایی و نیکی و دوستی از اجتماع، در اجتماعات، در ملل، در بشریت. این شاد کردن است که بلافاصله ایجاب شاد شدن میکنه. این تجربه بنیادی اصل تجربه دینی در فرهنگ ایران است. گفتم هوای میکده غم میبرد دل. حافظ میگوید همه فکر میکنن که هوای میکده از دل خود آدم غم میبرد، ولی گفتم هوای میکده غم میبرد دل. گفت ها خوشان کسان که دلی شادمان کنن. گفت ها خوشان کسان که دلی شادمان کنن. مقصود این نیست که تو غم را از خودت با میکده با می بزدای. تو موقعی از غم افارق میشوی که دلی را شاد بکنیم. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است. گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند.